نمیدونم شما هم این تجربه دارک و داشتین بچه ها یا نه، که میایی مثلا سیگار رو بذاری کنار، فکر میکنی پیش خودت که آقا بیام مثلا از این پچهای پوستی نیکوتین استفاده کنم، میایی اون پچهای پوستی رو میذاری، نیکوتین بدن تضمین میشه. خب میدونی حالا لینکش این بالا میاد اگه خواستی نگاه کن، ما نیکوتین داریم و قطران اون چیزیه که کارسینوژنه، اون چیزیه که سرطانزاست، اون چیزیه که ریه تو رو به فنا میده. نیکوتین اون چیزیه که حشریت میکنه، میدونی اون چیزیه که هایت میکنه، اون چیزیه که باعث وابستگی تو میشه. متوجه؟ الان بعضی سیگارا هستن که، یعنی بعضی دستگاه ها هستن که میان نیکوتین تو رو تضمین میکنن، متوجهی؟ و تو به وسیله اون میای مثلا اون اعتیاد به نیکوتین تو کنار میذاری. حالا مثلا میومدم پچ پوستی میگرفتم، این پچ پوستی تا یه ماه باعث میشد که من سیگار نکشم، بعد یه ماه میدیدم خواهر و مادر باز من دارم سیگار رو کم کم ذره ذره میکشم، این پچ پوستی هم بهم داره فاز میده، دوگان سوز میشدم. یا مثلا میومدم آقا آدامس بگیرم، آدامس میرفتم از داروخونه میگرفتم، با اون حال بدی که آدامس داره سکسکه میکنی، نمیدونم دهنت میدونی گزگز میکنه زبونت، میومدم آدامس میگرفتم، گفتم حلالش بابا، اشتهای ما رو، میل ما رو به نیکوتین کم کرد. بعد باز به خودم میومدم میدیدم رفتم تو جمع دوستا دارن سیگار، آجی سیگارم حال خودش رو داره. بعد باز میدیدم دارم سیگار رو میکشم، آدام سرم دارم میجوام. شما نمیدونم تجربه دارین یا نه، مثلا میاد طرف ناس میندازه که باش سیگار رو ترک کنه، بعد باز به خودش میاد میبینه ای خواهر و مادر، هم سیگار رو داره میکشه هم داره ناس رو میندازه. یعنی به یه جایی میرسی میبینی به خاطر ترک سیگار داری به خاطر ترک سیگار اینجا یه پچ پوستی نیکوتینه، آدامس داری میجویی، ناس هم زیر زبونت، سیگارت هم داری میکشی. خواهر و مادر، امروز میخوام در مورد یک حقیقت جالب در مورد نیکوتین صحبت کنم که شاید تا حالا نشنیده بودین، که آقا اگه نیکوتین اعتیاد آوره چرا جایگزینای نیکوتین باعث ترک سیگار نمیشن. پس در ادامه با من باش رفیق دوست داشتنی خودم، برو که بریم. یو یو یو، سلام سلاتین، خیلی خوش اومدین به چنل خودتون. آقا قبلا میگفتم لایک کنین، کامنت انگلیسی، سابسکرایب فلان، نه الان فقط لطف کن آقا، اگه من بهت کمکی کردم توی زمینه اعتیاد فقط زنگوله این کانال تخمی رو روشن کن، زنگوله رو بزن، حلالت باشه، دمت هم گرم باشه. امروز میخوام در مورد باور خیلی اشتباه که منم خودم قبل از اینکه این باور رو بدونم واقعا که اشتباهه، خودم این باور رو داشتم، براتون صحبت کنم و دیدگاه شما رو نسبت به نیکوتین تغییر بدم. سلاتین، حتما میدونید که اول که سیگار خیلی ترند شد تو دنیا، اونقدی در مورد ضرراش آگاهی وجود نداشت، اما از موقعی که ضررهای سیگار برای خود فرد، برای محیط، برای خانواده مشخص شد، کمپین‌های مبارزه با سیگار به وجود اومد و اعتیادآوری سیگار مثل هروئین شناخته شده شد و گفتن که آقا سیگار اعتیادآوری خیلی بالایی داره، که به نظر من حقیقت امر هم همینه. اما خب سوالی که به وجود میاد، اگه نیکوتین اینقدر بده، کمپین‌های ضد سیگار علیهش تشکیل میشه، اعتیادآوریش با هروئین مقایسه میشه، چرا پچ‌های پوستی نیکوتین، چرا نمیدونم آدامسای نیکوتین، چرا اینجور چیزا اینقدر راحت در دسترسه، حتی توی داروخونه هم فروش میره، اگه نیکوتین اینقدر ضررش بالاست و اینقدر اعتیاد آوره، چرا اینا راحت و بدون نسخه پزشک فروش میره؟ باید بدونیم که آقا ممکنه که یه جای کار بلنگه. یه تحقیق اومد دانشگاه هاروارد انجام داد روی 787 نفر آدم و به این 787 نفر آدم پچ پوستی و آدامس نیکوتین داد که به کمک اون بتونن اعتیاد به نیکوتین سیگار رو کنار بذارن. تا اینجا اوکی. بعد از چند ماه دانشگاه هاروارد توی این مقاله اومد این آدما رو نگاه کرد و دید بعد گذشت چند ماه اکثر این آدما دوباره وسوسه‌شون به سیگار بالا رفته و اکثرشون دوباره روی آوردن به سمت سیگار و این سوال پیش اومد که اگه اعتیاد به نیکوتین سیگار وجود داره، چرا این جایگزین‌های نیکوتین نمیتونن جلوی اعتیاد به نیکوتین سیگار رو بگیرن و این
باعث شد که این سوال به وجود بیاد که حتما چیزی غیر از نیکوتین توی سیگار وجود داره که باعث اعتیادآوری اون میشه. همچنین سلاطین خیلی این مسئله جالبه، دو تا تحقیق توی دو تا جای متفاوت دنیا، یکی توی کالیفرنیا یکی توی فرانسه انجام شد و اومدن این موشای بنده خدا رو، واقعا این موشای آزمایشگاهی، خیلی خوبه سلاطین خودتون رو موش آزمایشگاهی کنین توی این دنیا، متوجه این؟ روی خودتون تست انجام بدین، روی آدما تست انجام بدین، نه اینکه بخواین ابیوزشون کنین ها. مثلا بیا آقا روی خودت یه طرز تفکر رو پیاده کن، بگو آقا مثلا تا 20 روز من بیام مثل اسکولا به چیزای خوب فکر کنم، بعد ببین چی میشه، موش آزمایشگاهی کن خودتو، بعد بگو حالا 20 روز بیام به چیزای بد فکر کنم چی میشه. من راجع به این مسئله خودم موش آزمایشگاهی کردم و تضمین میکنم اگه 20 روز به چیزای خوب فکر کنین پشماتون میریزه و اگه 20 روز به چیزای بد فکر کنین پشماتون میریزه. میبینین اتفاقای بد داره زیاد میشه وقتی من به چیزای بد فکر میکنم، ولی وقتی به چیزای، خلاصه بحث اینه که دور نشیم از بس، خودتون رو موش آزمایشگاهی کنین. خلاصه آقا توی کالیفرنیا و فرانسه اومدن روی موش‌ها یه آزمایش انجام دادن، اومدن به موش‌ها نیکوتین دادن، خب یعنی دو تا جا گذاشتن توی اون ظرف آزمایشگاه، یه جا نیکوتین بود و یه جا نیکوتین به علاوه اون سایر مواد شیمیایی توی سیگار. دیدن موش‌ها وقتی به سمت نیکوتین میرن دوباره میلشون به رفتن به سمت نیکوتین بالا نیست، ولی وقتی به سمت نیکوتین به علاوه سایر اون مواد شیمیایی توی سیگار میرن آتششون و اشتهاشون به رفتن به سمت اون بالا میره. برای همین محققا فهمیدن که صرفا خود نیکوتین اعتیادآور نیست، بلکه ترکیب نیکوتین با سایر مواد شیمیایی موجود در سیگاره که اعتیادآوره. نمیدونم میدونید یا نمیدونید سیگار 7000 ماده شیمیایی داره، خب مثل معروفتریناش که نیکوتین و قطرانن، حالا استرون داره، فرمالدهید داره، بوتان داره، آرسنیک داره که این مواد شیمیایی خاصیت سرطان زایی دارن. همچنین تحقیقات نشون داده که بعضی از این مواد شیمیایی توی سیگار خاصیت MAOI دارن، یعنی ماو اینهیبیتوری. بعضی قرص ها هستن، قرص های ضد افسردگی که بهش میگن قرص های ماو اینهیبیتور. این قرص ها باعث افزایش سروتونین و باعث احساس شادی میشن. برای همینه که سیگار اون نیکوتینش اعتیادآور نیست، بلکه اون مواد، سایر مواد شیمیایی موجود در سیگار که باعث خاصیت ماو اینهیبیتوری و افزایش سروتونین میشنن که اعتیادآورن. در واقع اون نیکوتین نیست که اونقدی شما رو هایی میکنه، بلکه سایر مواد شیمیایی موجود در سیگاره. پس از این به بعد بدونین که آقا چرا پچهای پوستی، آدامسای نیکوتین و سایر مواد جایگزین نیکوتین باعث ترک سیگار نمیشن در طولانی مدت و بعد از یه مدت باعث میشه که دوباره شما به سمت سیگار روی بیارین، چون این نیکوتین نیست که اعتیادآوره، بلکه این ترکیب نیکوتین با سایر مواد شیمیایی موجود در سیگاره که اعتیادآوره. سلاطین، اگر شما تجربه ای از ترک سیگار به وسیله مواد جایگزین نیکوتین مثل چه میدونم ویپ، مثل آدامس، مثل پچهای پوستی دارین و آیا این کار براتون موفقیت آمیز بوده یا نه، و اگر موفقیت آمیز نبوده حتما توی کامنت ها تجربتون رو بگین تا افراد دیگه این کامنت ها رو بخونن و بتونن استفاده کنن. خداییش تنها کامیونیتی توی ایران که میتونه یه آدم قبل مصرف یک درا بهترین تجربه ها رو ازش پیدا کنه کامیونیتی یوتیوب دکتر سناس. به لطف شما، من خاک پای شما. برای همین حتما اگه تجربه ای دارین کامنت بذارین، اینستای من رو هم فالو کنید، اونجا چالش های خیلی خوبی برگزار میشه و لایف های شبونه اونلی فنز داریم. دوستتون دارم، خاک پاتون، سرمه چشمای من، با آرزوی زندگی بدور از وابستگی برای تک تک شما. لطفا زنگوله رو روشن کنین و تا دیداری دیگر. Shots go chasing, we cranking up the bass and hide in the graves of the kids who went to space. Can't beat so hard to make your motherfucking face cramp. Fuck dancing, we gon' turn this party to a wasteland. Rosh pit popping out, pride pop a socket. If you think I'm finna stop, you should probably jump your optical smosh. Motherfucker, know that shit ain't optional. Someone better end up in the motherfucking hospital.